امروز ما نه تنها دروازه نیمه قاره هند هستیم، امروز انشاءالله تعالی. درست 6 ماه پیش رئیس جمهور از ارسال افغانستان به منطقه و جهان سخن گفت. امروز افغانستان متوسل است. اما اکنون که فصل میوه ها و ترکاریجات افغانستان به حاصل آمده است، به بهای ناچیز به فروش می رسد. چنان که 1 کیلو تربوز در فراه به 1 افغانی و 2 کیلو بامیه، رومی و یا بادرنگ در فراه از 1 تا 3 افغانی به فروش می رسد. علت آن هم نبود سردخانه ها و انتقال نیافتن آن به بازارهای منطقه و جهان گفته می شود. کلا ارزون شده، خیلی ارزون شده. از بیشتر دیگه مفته. فهمیدی؟ مفته دیگه، از مفته دیگه چی باشه؟ میزبانی دارم. من پلاسر به پلیس که نخرچیش بلیده دلده موشو منزل است که یا پلاسر در همین حال شماری از فروشندگان میوه تازه در کابل حکومت را انتقاد می کنند، زیرا می گویند نه سردخانه معیاری برای نگهداری میوه هاست و نه بازار بیرون برای صادرات آن. حکومت متوجه نداره، سردخانه مجهز نداریم، دیگه میوه ما که می رسد مجبور هستیم جنسی که به 100 افغانی قیمت داره به 20 افغانی بیادر اگر درست نگاه کنیم او تلف میشه، ضایع میشه، هیچ از اون نتیجه برداشت نمی کنیم. یک جنسی که می کنیم مجبور هستیم امورا به مو روز به مو ساعت بیادر به 50 افغانی بفروشیم. فابریکای معیاری و استاندارد ساخته شود تا زارین ما، دیقانای ما، باغدارای ما از همین میوه خود نگهداری کرده بتانند تا بازار مناسب پیدا شد و به فروش برسانند. اتاق تجارت هرچند این مشکل را میپذیرد، اما تاکید دارد که تلاش ها برای ایجاد بازارهای مناسب برای فروش میوه های افغانستان به بیرون از کشور ادامه دارد. یک موضوع موقتی است، انشاءالله بزودی حل میشه. ما تلاش های خود اتاق تجارت صنایع افغانستان کرده تا اینکه ایره به صادراتش بپردازند. با باور آگاهان اقتصادی و کشاورزان، اگر حکومت برای ساخت سردخانه های معیاری و بازارهای مناسب برای نگهداری محصولات زراعتی و میوه های تازه اقدام نکند، این کار سبب خواهد شد تا کشاورزان به جای بذر خوراکه کوکنار بکارند.